بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان، امروز چهارشنبه 5/6/1359 آغاز میشه. برادران مأمور انتظامی متهم ردیف اول حسین تکبری‌زاده را هدایت کنند برای ادامه مدافعات. آقای تکبری‌زاده، شما از روز گذشته تا به حال هم فرصت داشتید که بیشتر فکر بکنید و اگر مسائل مهمی به نظرتون اومده که ناگفته مونده در محضر دادگاه برای مردم که منتظر هستند بیان بکنید. اگر مطلبی دارید، مطلب مهمی که گفته نشده، ابتداعاً خودتون شروع بکنید، از خودتون دفاع بکنید. اگر نه، سوالاتی هست که مردم کردن یا از طرف دادگاه مطرح شده، این سوالات رو از شما بکنید. مطلبی که من زیاد دارم، حتی 3 ماه هم رد شدیم از اون شب 28 مرداد، باز شما مجدداً برمون گردان داخل سینما. ما اون چیزی که گفتم تنها همون چیزا یادم میاد، شاید بر اثر همون فشار روحی و اینا باشه، شاید خیلی اتفاقات اونجا افتاده باشه، دیگران دیدن و بر اثر او ناراحتی که بهم دست داده بود متوجهش نشدم. اون مطلب زیاد دارم، همونطور که گفتم با وجودی که بعد از فاجعه همه مردم میگفتن رزمی شاه فلان اینا، ما که خودم مجری برام بودم، یکی از مجریان این کار بودم، ما اینا یه اتفاق میدونستم، چون فکر نمی‌کردم هیچ کدوم وابستگی به کسی داشته باشه. ولی بعدها یه برنامه‌ای پیش اومد برای ما که من شک کردم داخل اتفاقی بودن این جریان. حالا دارم میرم که برسم به اون برنامه، ولی شما یه باز مجدداً برام میگردم داخل سینما و صحنه تجلی میکنم جلو چشه اینا. شما فرصت کافی دارید که به هر طریقی که میخواهید دفاع بکنید. این که دفاع گفتم، اولا گفتم دفاع ندارم، من فقط میخوام تمام جریاناتی که برای ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه قبل از فاجعه، هر چی برای ما پیش اومده تو زندان تا اینجا از او 56 به من ماه 56 که همینطور گفتم اومدم تا الان که اینجا ایستادم در حضور مردم، هر چی برای ما اتفاق افتاده ما همیشه اینجا در حضور مردم بودم، جز اینا هم هیچی نمیدونم، یا خودشون قضاوت میکنن، خودشون تحقیق میکنن. بله، شما ببینید، باز در بازگشت به اصل مطلب، تا اونجایی که دادگاه استنباط کرده و نحوه گفتار شما نشون میده، این مطلب روشن هست که شما از اینکه چنین واقعی اتفاق افتاده متأثر بودید و وقتی هم که از سینما بیرون اومدید به این فکر افتادید که به طریقی کمک بکنید و جلوی آتش سوزی رو بگیرید. این دیروز در دادگاه روشن نشد که شما چه کردید، پیش کدام یکی از مقامات رفتید؟ حالا کسی نرفتم، با قول معروف حاجواج همونطوره هی میگشتم، شاید میخواستم اونا پیدا کنم، سرزنش کنم، شاید میخواستم داد بدنم بسرشون، همینطوری دنبال اونا فقط میگشتم. سوال این هست که با وجود اینکه شما میدونستید در درون سینما چه خبره، چی شد که نرفتید و به مقامات مراجعه نکردید؟ موقعی که اون صحنه دیدم دیگه نرفتم، که او از سینما اومدم بیرون رو دیدم دیگه نگذاشتم کسی نزدیک بشه به اون طرف. بسیار خوب، از خودتون دفاع کنید، مطالبی که گفتید مهم هست بفرمایید. همونطور که گفتم بعد از فاجعه روز 30 یا 31 مرداد عبدالله لرغبا اومد اونجا، اومد داخل خونه و تسلیت گفت و اینا، بعد سوال کرد که جریان چی بود، بهش گفتم که ما 4 نفری کاری کردیم،
که اونم در جواب گفت چرا به ما گفتی؟ گفتم ما دلم خواه به همه مردم بگم ولی شهامتش ندارم. بعد فرداش هم یه دانشجوی دیگه اومد که خودش دانشجوی عضو کنفدراسیون دانشجوی ایرانی در آمریکا معرفی میکرد. او صحبتی که قرار شد حساب یکی از خبرنگارهای خارجی بیاد و اینا کسایی که داخل صحنه بودن باهاش صحبت بکنن. در ضمن گفتم که دوست پسر دایی فلا. بعد همون بعد از فاجعه هم بود که دوباره او بازار جمشید آباد آتیش دادن. معلوم نشد که بود، من نمیدونم که دکون فرجم اونجا بود. حالا نمیدونم به این برنامه وصل میشه یا نه. بالاخره رفتم اصفهان و خاطره و سنگ انداختن اینا. اونجا هم با ناصر ابراهیم زاده برخورد کردم که بعد برای چهلم که اومدم آبادان ناصر ابراهیم زاده هم اومده بود. حالا یا چهلم بود یا قبل از چهلم یا بعد از چهلم، درست خاطرم نیست، که داخل داسترا به رضا رستمی و نورالله شاه‌نظری پیغام داده بود که به حسین بگو به خاطر کتاب میخوام بگیرم از فرار بکن. در صورتی که بعد که دستگیر شدم جریان معلوم شد که یه آقا گفته که حسین داخل یک کار دست داشته. بعدن باز میگرده اما فراری شدم. رفتم اصفهان، از اصفهان هم رفتم بندر عباس. قبل از سه ماه و ده روز بود، سدومین روز شهدا، که اومدم آبادان. سید محمود میخواست خواهرش ببره بذاره پلو برادرش تو بندر عباس، به خاطری که محل سکونت قبلی برادرش عوض شده بود، آدرس نداشت، آدرس جدیدش نداشت، از ما خواست که باشون برم که حساب آدرس پیدا بکنم. باشون رفتم چند روز هم باز بندر عباس بودم. از اونجا اومدم اصفهان، از اصفهان اومدم آبادان برای سلمون روز. که موقعی که رسیدم آبادان رفتم خونه مادرم، از بیبیم یه نامه برای مادرم آورده بودم. رفتم خونه چون چای میخوردم، نهار خورده بودیم داشتن چای میخوردم که مامورین ریختن داخل خونه و به اسم سرقت منو بردن. بعد هم اونجا که رفتیم اسم سنگ زدن به مامورین روز اول اومد. بالاخره چیزایی که داخل پرونده است. بعد شما یه میگه ما هم دربارش توضیح میدم. چند نوع بازجویی و اعتراف و یه بار گفتم اصلا سینما نرفتیم، یه بار گفتم رفتیم، یه بار گفتم اونایی کار کردم اومدم بیرون، یه بار گفتم چهارتایی بودیم. بالاخره چیزایی که داخل پرونده است. من زندان بودم تا دیگه داخل زندان برنامه پیش نیاد. تا روزی که انقلاب پیروز شد و دراواز شد. دراواز شد، من هم اومدم بیرون. از همون تو مردم هم اومدم بیرون. بعد همون روزم شبم با همون بچه های محل اونجا پاسداری میدادم. همه مردم شهر اداره میکردم. که او شبم ناصر ابراهیم زاده با او مرحوم منوچهر شفیعی یه ماشین زیر پاشون بود، میخواستم از که برم برای سرقت و اینا شمارش هم گل زده بودم. بعد از ما خواست که به حساب بچه ها بگم راه بهشون بدم برم. ما گفتم به ما مربوط نیست، من دخالتی نمیکنم. حالا اصلا نگذاشتنشون برم. فرداش خاطر او جو آبادان
به خواست مادر ما رفتم اصفهان. از اصفهانم چند روز اصفهان بودم اینا، رفتم تهران. اون موقع امام مدرسه علوی، مدرسه علوی بود، به حساب برم اونجا خدا معرفی بکنم، خیلی شلوغ بود و اینا، نتونستم. برگشتم دوباره اصفهان، از اصفهان تصمیم گرفتم بیام آبادان خدا معرفی بکنم. اومدم آبادان با اتوبوس میهن‌تور اومدم. اومدم آبادان، تورا ماشین خراب شد، نه چند ساعت بالاخره تأخیر افتاد داخلش. اول ساعت 4 و 5 صبح، ساعت 10 9 اینا بود که رسیدیم اندیمشک. اندیمشک ماشین ایستاد، ایستاد برای چای خوردن مسافرها و فلان اینا. من پیاده شدم اما دم او کافه غذاخوری یه مجله جوانان گرفتم. موقع ورقش دادم عکسم داخلش دیدم که زیرش هم نوشته بود یکی از تیم جنایتکار سواک از زندان گریخ و ما عکس قاتل فراری چاپ میکنیم تا هر کس اونو دید دستگیر کنه. چند نفر دیگه از مسافرام مجله خریده بودن، ولی بود عکس مال قبلا بود، کسی متوجه ما نشد. فقط دو تا از بچه های حواس پشت سر ما بودن که گفتن این خیلی شبیه تن، حواست باشه اشتباه نگیرند. که بهشون هم گفتم یوم خودم هم الان هم دارم معرفه میکنم، ولی باور نکردن. حالا اگر صدا من بشنون بالاخره میفهم. بالاخره اومدم آبادان، اومدم آبادان، از اتوبوس پیاده شدم با تاکسی اومدم خونه. اومدم خونه همون روز رفتم دم خونه آقای رشیدیان تو سکلی، که حالا نماینده مجلس شورای اسلامی. رفتم اونجا خودم معرفی کردم بهش، مجله عکس منشونش دادم، گفتم که ما حسین تکوالی دادم که عکسم داخل مجله خورد و سواکی معرفی شدم و این همون قاتل فراری که مجله نوشته. شدیان خود نگاه هم کرده اینا، قد بالا ما نگاه کرد، بعد از خود مکس دیگه کمی شمرده تر، چون ممکنه بله. برادران ما که اهل آبادان هستن یه مقداری بهتر بفهمن، ولی خود دادگاه برای اینکه روشن بشه بله. کمی روشن کرد. گم همون روزی که اومدم از اصفهان، دوشنبه که مجله خریدم اینا، رسیدم آبادان، رفتم سراغ آقای رشیدیان نماینده مجلس شورای اسلامی مشکلانه، که اون موقع یکی از افراد سرشناس آبادان بود، همه علاشم هست، معلمه. خودم بهش معرفی کردم، عکس مجله نشون دادم، گفتم ایمون حسین تکبری زاده قاتل فراری که مجله ذکر کرده. رشیدیان خودم عکس کرد و این نگاه قد بالان کرد. شما آقای رشیدیان رو کجا ملاقات کردید؟ عمود ما خونه‌اش داخل سیکلین. چه تاریخی؟ اما بود هفته ای که عکسم داخل مجله خورد، اما دو خود دوشنبه. بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون، بود مجله اگر تاریخش رو بگیرم موقع که عکس میزده، میدونین که تاریخ ما یادم نیست. بعد آقای رشیدیان گفت که اونو تحویل نگرفت، گفت که مردم خشم مردم هی به مدت برای ما چیز کرد، توصیه داد، گفت که مردم خشمگینن، برو خونت کسی نبینه تو فلان اینا. اما پنجشنبه یعنی سه روز بعد داخل خاکستون با مردم صحبت بکنم، با آرامش دعوتشون کنم، بعد تو نه به خیمه و به پرونده رسیدگی کنم. هیچ صحبتی یعنی سوالی هم نکرد که چی بود، جریان چطور شد، گرفتنت فلان. بعد من باش گفتم که پس پنجشنبه مادر رو میفرستم اینجا که جوابش بینید چی شد. گفت نه مادرت رو بفرست 48. ما برگشتم خونه،
داخل خونه بودم تا پنجشنبه شب مادران فرستادم اونجا. فرستادمش کمیته 48 برای بعد موقعی که برگشت اونجا جمی و رشیدیان و کیاو شدیده بود که نشسته بودم که کیاو اما رشیدیان بهش گفته بود که کش بگو من نتونستم با مردم صحبت کنم تو خاکستان، خیلی مردم نراحتن و اگه ببینمت فلان میکنن به امان میکنن اینا، فعلا داخل خونه باش خودت دور مردم آفتابی نکن. در صورت که آقای رشیدیان میتونست مثلا از رادیو تلویزیون مردم به برنامه‌اش دعوت کنه. بعد بالاخره ما همینطور هر روز این مادر رو میفرستادیم اونجا اینا. اون موقعی هم بود که زاکری و اینا تو شهربانی بودن، خواستم محاکمشون کنن، مردم جهودات میکردم و دمه چیز میخواستن از دل شهربانی بکنن اینا برای دسترسی به زاکری و تاجیک بود که بود. بعد ما یه نامه ای نوشتم دادم به مادرم که ببره بده به امیر رشیدیان اینا که اگر نمیتونین به ما چیز کنین، نمیتونین به ما رسیدگی کنین اینا به خاطر جمعه محیط شلوغ و اینا مردم ناراحت، ما رو بفرستین تهران، ما نمیتونم داخل خونه بشینم. بعدا بالاخره بعد از حدود 8 روزی همینطوره که داخل خونه بودم، 8-9 روزی روزم مادرم دوباره رفت اونجا. رشیدی همش گفته بود که ساعت 10 شب که خلفته بیارنش اینجا تحویلش بدن، یعنی دمه کمیته 48. ما اون شب ساعت 11 رفتم، ساعت 11 با مادرم و او همسایمون که ماشین داشت با ماشینش رفتیم اونجا. من داخل ماشین نشستم، مادرم رفت داخل کمیته، بهشون گفت که حسین آورده. بعد چند دقیقه بعد حبیب بازیار، اون شخصی که باش رفتم تهران، با یه نفر دیگه، با یه جوان دیگه کمال کمیته، این ستاد عشایر بودن، اونا آمدن با رشیدیان منو تحویل گرفته بودن کمیته 48 چیز ستاد عشایر. یه تقریبا 7-8 روزی هم تو ستاد عشایر بود. اونجا نه زندانی، همینطوری حتی کمک هم میکردم، بیسیم دستم بود کمک میکردم اونجا. بعد یه بار رشیدیان اومد اونجا، چیز کیاوش فرماندار اون موقعی ها بودم، ازش خواستم که حساب کار ما زودتر رسیدگی کنن و فلان اینا. یه نامه ایم از داخل زندان که رد کرده بودم اینا دادم به رشیدیان. بعد بالاخره رشیدیان گفت باشه اینا رسیدگی دو چیز کیاوش، سید محمد کیاوش گفت باشه رسیدگی میکنیم. یکی دو روز بعدش حبیب بازیار که مسئول او ستاد عشایر بود به ما گفت که میخوایم بریم تهران. آدم از این چپی ها بس گفت اینه به من به صورت دینا سر مسئله چریکا که کسی نشناسد. آن چپی هم بستیم به صورتم و اومدم با ماشین رو بردم دم خونمون، از مادرم هم رفتم خداحافظی کردم اینا. بعد رفتیم چیز فرودگاه، اونجا سوار هواپیما شدیم،
که بریم تهران. پلو هاشم سباقیان، عضو کابینه مهندس بازرگان. بعدن موقعی که میخواستیم سوار بشیم، یکی از همون مهماندارا نشونی هایی میدمون. یکی از مهماندارای زن چیز ما رو هواپیما سوال کرد که آقا شما شریکین؟ من جوابی ندادم و یارو مال مسئول فرودگاه یه باشده من روشش مست که بهش گفت که ای بابا متهم سینما رکس. چون مدرکی ندارم دارم جواب دارم چیز میدونم، هرچند که مدرک یاسه مردم هست که متعبیل چیا شدم اینا. بعد آخر ما حرکت کردیم، پرواز کرد هواپیما و داخل هواپیما حبیب بازیار گفت جریان چی بود و فلان اینا. او براش تعریف کرد، چی گفتم که ما چهار نفری کار کردیم. ناراحت شد حبیب بازیار، فرج هم میشناخت، آشنایی داد خودش، گفت که فرج قرار بود و چند تا سواکی نشون کرده بود خونه هاشون و فلان اینا که قرار بود حساب به ما اطلاع بده که چی این برنامه پیش اومد دیگه براش و فلان از حرفا. بالاخره ما رفتیم تهران، فرودگاه پیاده شدیم، قرار شده بود که یه به حساب ماشینی اونجا منتظرمون باشه که یه نیم ساعتی هم اونجا منتظر شدیم خبری نبود. بعد حبیب بازیار یه نامه سربسته ای هم آورده بود برای چیز رادیو تلویزیون که سرپرستیش با صادق قطب‌زاده بود. رفتیم اونجا اونو تحویل دادیم و اون شبم چون دیگه شب شده بود و دور بود، ساعت 8:09 بود، رفتیم میدون امام حسین، همون فوزیه سابق تهران. رفتیم اونجا خونه یه چند تا از دوستای حبیب، شب اونجا بودیم. بعد صبح رفتیم کاخ نخست وزیر. رفتیم کاخ نخست وزیری پلو هاشم سباقیان. ضمناً من از طرف سید محمد کیاوش فرستادم اونجا. نامشه دیدم، نامشه نشونم داد که از طرف سید محمد کیاوش فرماندار اون موقع آبادان منو فرستادن تهران. قبل از اینکه بریم پلو چیز یارو هاشم سباقیان، داخل اتاق روبروی نشستیم که یه آقای اومد حساب بازجویی بکنه. حبیب به ما گفت که باش صحبت نکن، بگو میخوام با برادر سباقیان صحبت کن. منم گفتم میخوام با برادر سباقیان صحبت کن. بعد خیلی رفتیم پلو سباقیان، سباقیان گفت چطور شد که تونه به جرم گرفتن؟ ما جریان براش گفتم، گفتم که ما این کاری کردیم، چهار نفر بودیم فلان از یرفا ولی در رو بستم، اگر در رو نمی بستم ممکن بود بیان بیرون از صحبته. بعد سباقیان اول که جلیان باش تعریف کردم گفت که سواکتون دستگیر کرد؟ گفتم نه، شهربانی. بعدن گفت که به حساب نظر مردم بر خود مردم با این مسئله که تو مجله قاتل سینما رکس معرفی شده اینا چیه؟ گفتم نمیدونم، ولی مداخل مجله سواکی معرفی شدم، حتما پذیرفتن. سباقی هم یه خود فکر کرد اینا. بعد شماره تلفن داد که شماره تلفنش هم تو جیبمه،
حبیب بازیگر برام نمیشته. کاخ نخست وزیری مهندس سباقیان 64-10-94 ستاد اشایر آبادان 25-718 حبیب بازیار. بعد گفت که شما برین شما تلفن ها داد که به حساب از بیرون تماس بگیریم تا ای با سب با چیز مهندس بازرگان در میون بذاره ببینه چی میگه. ما بلند شده موده بیرون نهارم هم اونجا خوردیم با حبیب نهارم هم داخل کاخ نخست وزیری خوردیم. بعدا موده بیرون و همینطور تا از سیما علاف بودیم همونطور یه میگشتیم داخل سر حبیب همه میگفت سیبیلات بزنه و فلان اینا میشنستنه گفتن نمیخواه. بعد بالاخره اصلی دوبار تلفن زد حبیب که او دوباره کسی دیگه گوشه برداشت و گفته بود که داره با او یارو که گوشه برداشته بود گفته بود سباقیان داره تو اتاق بازرگان داره با بازرگان صحبت میکنه. بار سوم خودش صحبت کرد. البته ما باش صحبت نکردم و حبیب باش صحبت کرد. بار سوم که تلفن زده بود او خود سباقیان صحبت کرده بود. گفته بود که سب حالا فعلا بهش بگو برو یه پرونده احتیاج به بررسی داره و فلان از یه حرفا تا تو یه وقت مناسب از رادیو تلویزیون احضارت میکنی در صورتی که ما براش اعتراف کرده بودم. در ضمن سباقیان هم مقام قضایی نبود که ما نفرستدن فعلی بود نمیدونم چرا ما نفرستدن آنجا. بعد اونجا من و حبیب از هم خداحافظی کردیم و ما رفتم اصفهان حبیب اومد آبادان.